خب دوستان و همراهان همیشه یه کانال حسین زهرمنایی، درود بر شما. از تهران سالن شهدای هفتم تیر، محل برگزاری مسابقات بین المللی جام جهانی پهلوان تختی، در خدمت شما عزیزان هستم. دیدار یک چهارم نهایی وزن 72 کیلوگرم، مرتضی پور ایسا از مازندران با دوانده قرمز در مقابل شاهین بوداقی با دوانده آبی از خوزستان. ببینیم چه میکنن دو دلومه در مقابل هم دیگه. خب ما ثانیه از کشتی رو متاسفانه از دست دادیم و تا به اینجای کار سه بر سه، یه خاک دو امتیازی و حالا یک اخطار برای بوداقی. پور ایسا باید در خاک منشینه. ببینید چه میکنه شاهین بوداقی در خاک. جمع و جور میکنه، نباید زیاد رو به جلو حرکت کنه، داور میتونه بهش اخطار بده، سعی کرد یه لحظه لیف کنه ولی خب اجازه نمیده. خوب داره جمع جمع میشه. مرتضی پور ایسا از مازندران رها میکنه، میاد بالا ولی خب داور سر پا میده. تا به اینجا کار نچه بروشی سه ورسه فسوده شاهین بوداقی از خوزستان. هر دو کشتیگیر آماده به سرحال. متاسفانه تو این دو از رقابت ها کشورهای همسایه زیاد استقبال نکردن، یعنی میشه گفت اصلا استقبال نکردن و تنها نمایندگان کشور عراق هستن که تو این رقابت ها شرکت کردن و نمیتونه محک جدی برای بچه های ما باشه. خوب بود که از کشور ارمنستان اینا میومدن و بچه ها خودشون رو محک میزنن و کشتیگیرهای طرز اول دنیا، حداقل طرز دوم و سوم دنیا. کشتیگیر عراق در حد بچه ما نیستن اصلا. بریم به دامه کشتی همچنان سی سانه تا پانی سه دقیقه برای کشتی زمان داریم و مطمئنن پور ایسا، مرتضی پور ایسا انرژیش رو داره ذخیره میکنه، داره سه دقیقه دوم که حمله کنه و اخطار بگیره از شاهین بوداقی و تو خاک روی بوداقی کار کنه. بوداقی هم سعی میکنه سانه پایین اداره کنه. یه لحظه میشه برای کمرگیری، ببینیم میتونه پیش بندازه نه. یه لحظه هر دو کشتیگر تو چک خارج میشن، فکر نمیکنم امتیازی رد دادن بشه. بله همینطور هم هست. چه کشتی همچنان سه بر سه پسود شاهین بوداقی. خب سری اول کشتی به پایان میرسه. دو کشتیگی نزد مربی خودشون میرن تا توصیه لازم رو دریافت کنن. این بر مرتضی پور ایسا و این سمت مربی زحمتکش که ملی کشورمون توصیه لازم رو میده شاگرد شاهین بوداقی. ببینیم چه میکنن دست دقیقه دوم. مطمئنا پور ایسا میاد سرعت رو بالا میبره دست دقیقه دوم تا امتیاز و اخطار بگیر از این کشتی. عزیزان پیج اینستاگرام حسین نظر امامی هم اونجا میتونید آخر اخبار و روی به طور معروف عزیزانمون رو پیگیری کنید. خب بریم به ادامه کشتی. تو سر شاخ دسته هم کار میکنم وزن 72 کیلوگرم، مسابقات قهرمانی جام جهانی پهلوان تختی 1402. مرتضی پور ایسا با دوانده قرمز حالا داره سرعت رو بالا میبره، رو به جلوتر دستش بهتر داره کار میکنه تا اخطار بگیره از شاهین بوداقی. شاهین بوداقی یه لحظه میفته پیش بندازه پور ایسا رو، یه پدی نشست برای کمرگیری ولی هوشیاره پور ایسا، سعی میکنه یک پدی از توشک خارج میکنه. بله اینجا توشک خارج میکنه، کاملا درسته. یک امتیاز برای بوداقی ثبت میشه. چه چهار بر صفر حالا. ایسا باید رو به جلوتر کار کنه تا شاید بتونه از بوداقی خاک بگی. اگه خاک بگی خاک شاید بتونه کار کنه روی این کشتیگی، ولی تو سرپا شاهین بوداقی بهتر داره کار میکنه. یک امتیاز دیگه میگیره و یک امتیاز به خاطر فرزفن هم میدن، یعنی مورد تایید قرار میگیره امتیاز دومی یا نه که باید مورد تایید قرار بگیره. رو به عقب رفت پور ایسا. خب درخواست چالش میکنن حالا مربی مرتضی پور ایسا از مازندران. ببینیم
نتیجه چالش چی میشه؟ احتمالا اعتراض دارن برای اون تک امتیاز فرار از فن. داور یه لحظه اشاره کرد که با صد ضربه میزنی. نمیدونم حالا نظرش به کدومی که دو کشتگی بود. قطع قباره شاهینه بود یه مقدار کوتاه‌تره و وقتی گاردش رو پایین میاره کاملا زیر سرسینه پول ایسا قرار میگیره. منتظریم تا هیئت جوری این رو بازبینی کنه و توسعه لازم رو امتیاز لازم رو جا به جا کنم ببینیم چه امتیازی رد دادن میشه. تا به اینجا کار که 5-0 بری تابلو ثبت شده. متاسفانه زمان بازبینی ویدیوها طولانی میشد. نمیدونم دقت بالایی دارن صرف میکنم مطمئنا که حقی از کشتیگیری اچاف نشه. ببینید تصویر آسان رو با هم ببینید چه اتفاقی افتاد. دیگه کاملا رو به عقب رفت. تو چه خارج شد ببینید. ببینید نظر هیئت جوری چه هستش. همچنان در حال بازبینی فیلم. خیلی زمان میبره متاسفانه بازبینی ویدیوها و کشتی از دست کشتیگیرها خارج میشه. خیلی زمان زیاد این یه صحنه کاملا مشخصی بود. حالا یه بار یا دو بار میتونستم ببینم بعد نتیجه اعلام کنم. زمان زیادی صرف میکنم برای بازبینی ویدیوها و همه کشتی‌ها اینطوری بود. همچنان منتظریم و دو کشتیگیر هم منتظر ببینیم. چلنج لاست. چلنج هم واگذار میکنم به یک امتیاز دیگه از دست میدن. چون چه 6-0 حالا اگه یه خاک بگیر شاهین بداغی کار تموم میشه. چرا چلنجی نداشت کاملا مشخص بود. نمیدونم چرا چلنج که کنم بیاد مازندران. خب یک بگیر سرشاخ حالا هر دو کشتیگی نفسی جام کرده و ساعت کشتی دوباره بالا میره. پول ایسا سنگ کن رو به جلو و حداقل اخبار بگی از این کشتیگی. شاهین بداغی هم قرص و محکم تر بدن رو ستون کرده زیر بدن پولیس ها و نمیخواد عقب بکشه. ببینید اصلا عقب نکشیده. اگر انصافی باشه واقعا جای اختار نداره. تا به اینجای کار جای اختاری نداشته شاهین بداغی. ببینید اصلا نمیتونه تکون بده بداغی رو از میانه توشت نتونسته رو به عقب هدایتش کنه. هم چهار دو دسته هم دیگه کار میکنن. یک تا پایان کشتی زمان داره پور ایسا. ببینید چه میکنه در مقابل شاهین بداغی که با تجربه تری نسبت به پور ایسا. یک بار یه دستیده که ببینید بداغی داره دفاع میکنه ولی خب منطقی اصلا هم عقب نمیکشه که بهش اخطار بدن. در این که داره کشتی رو اداره میکنه رو به جلو هم هستش. هر از گاهی هم یه فنی نشون میده که داور بهش اخطار نده. پور ایسا تا به اینجا که حرفی برای گفتن نداشت در مقابل شاهین بداغی. همچنان پور ایسا سعی میکنه ولی خب شاهین بداغی هم دیگه برای اجرای فن نمیره. نیازی هم نداره ریس کنه. هر دو دست زیره کرد ببینی یه دوتایی میگیره یا نه. یه لحظه خالی کرد بالا بعد 25 ثانیه رسیدی. خب بندی نیدار به نیمه های راه پیدا خواهد کرد. ببینیم تا به اینجا کار شاهین بداغی بوده 15 ثانیه و فکر نمی کنم دیگه پور ایسایی که خسته هم هستش بتونه امتیازی بگیر از شاهین بداغی دیگه. بله پور ایسا دیگه رها کرده کشتی رو و میدونه که شکست خورده. خب تبریک میگیم به هر دو دلاور. کشتی زیبایی گرفتن و شاهین بداغی عزیز که به نیمه های راه پیدا میکنه. خب دوستان امیدوارم دیدن کشتی زیبا لذت برداشتین. بریم به تشکر کناری. تا دور دیگر بدرود دوستان.